شرکت فناوری فرابایش امین، دکترای الکترونیک دارم از دانشگاه صنعتی دلفت هلند. سال 97 همراه 3 تا دیگه از دوستامون به ایران برگشتیم از هلند. تو برنامه حمایتی معاونت علمی از بازگشت متخصصین خارج از کشور شرکت کردیم و این تیم اولیه شرکت رو تو پارک فناوری پردیس تشکیل دادیم. ایده رو شروع کردیم و تا این 2 سالی که گذشته تقریباً 4 تا محصول رو از 0 تا 100 طراحی کردیم و آماده ورود به بازار شدن. ایده اولیه حالا از خیلی قبل‌تر شکل گرفته بود، جایی که مثلا ما تگ‌های شیمیایی رو می‌دیدیم که کنار محصولاتی که حساس به دما هستن قرار می‌گیرن، مثل فرآورده‌های خونی، و با تغییر رنگشون یک تخمینی از وضعیت نگهداری کالا تا لحظه مصرف می‌تونستن ارائه بدن. اما خب تگ‌های شیمیایی مثل یک سیستم آنالوگ قدیمی میتونه کار کنه، خودش محدودیت نگهداری داره، محدودیت مصرف داره، محدودیت عمر داره، حالا محدودیت مختلفی که روی میز بود داره. با توجه به سابقه الکترونیکی اعضای تیم اصلی، این ذهنیت وجود داشت که حتما یک محصول الکترونیکی ارزون قیمت میتونه جایگزین مناسبی باشه، دقت بالاتری رو پیشنهاد بده، احتمالاً طول عمر بالاتری و شرایط نگهداری راحت‌تر. این بود که حالا با این ایده اولیه که یک تگ جایگزین تگ‌های سابق شیمیایی بشه که توی حوزه واکسن و فرآورده‌های خونی سابقه مصرف داشتن. خب نظر علمی کلان همیشه توصیه اینه که یک جا نمونیم، یعنی مثل برکه و آب گندیده نشه، چون حالا هر محل جدیدی قطعا کلی ظرفیت جدید و کلی دانش جدید توش هست که میشه کسب کنه، حالا هم ظرفیت‌های توانمندی‌های فردی هست، حالا هم علمی. برای همین خود از فعل رفتن، حالا حتی جا به جا بین دو دانشگاه، حتما بهتر از اینه که در یک دانشگاه آدم مدت زیادی باقی بمونه. انواع محیط ها رو دیدن، صنایع مختلف رو رصد کردن، اینا همشون قابلیت های جدیدی رو برای فردان به همراه میارن. برای همین مثلا فعل رفتن اصولا بین هر جایی کار بدی نیست. برای ما حالا انواع انگیزه های وجود داشت، ولی یکی از انگیزه های مهمش این بود که از نظر نیروی انسانی ایران خیلی بکر و توانمنده، یعنی از نظر استعدادایی که میتونیم به کار بگیریم خیلی نیروی انسانی زیاد و آماده به کاری توش وجود داره، و اینکه خب ما خودمون چون همه از دانشگاه برتر فارغ التحصیل شده بودیم، این فضایی که فقط باید رفت تا بشه کار خوب و کار بروزی انجام داد، این فضای اذیت کننده بود. راستش حالا میگم یک نخبه که برگرده فقط برای حمایت، به نظر من شاید رو کلمه نخبه باید راجعش شک کرد، چون حالا به هر کسی که مدعیه که توانمندی داره این ادعا رو هم باید داشته باشه که حتی بدون حمایت خاص یا این جداسازی عناوین هم بتونه کاری رو انجام بده. یک حمایت هایی هست برای تأسیس شرکت دانش بنیان یا توسعه محصول که برای خود ما خیلی اتفاق خوبی بود، ازش استفاده کردیم. حالا به غیر از بخش حالا مالیش که شاید خیلی بزرگ نبود، مهمترین بخشش ارتباطاتی بود که کمک می‌کردن برقرار کنیم، یعنی اگه می‌خواستیم به سازمانی مراجعه کنیم یا مسئولی رو ببینیم قطعا خیلی راحت‌تر اتفاق افتاد. من فاصله مشخصی که می‌دیدم، حالا با فضایی که توی هلند تجربه کرده بودم، فاصله مسائل واقعی با مسائلی بود که تو دانشگاه مطرح بود، که حالا شاید برای مقاله دادن یا حتی برای بعضی از ثبت اختراع فضای خیلی مناسبی باشه، خیلی فضا صرفا پژوهشیه، یعنی علم برای علمه. اگه این فضای علم برای صنعت یا علم برای ثروت حتی یه ذره حتی بد جلوه داده نشه، من دیدم که تو دیدار نخبگان یک بحثی مطرح شد که یکی از دوستان از دانشگاه امام صادق اومدن گفتم مثلا این یک فساده، نه به نظر من علمی که نتونه زاینده ثروت باشه یا زاینده صنعت باشه اون خودش میتونه یعنی فساد بزرگتری با همراه داشته باشه. یه مثلا چاله میمونه که فقط توش مقاله پر میشه، ولی مقاله هایی که هیچ وقت داخل استفاده نمیشن، مثلا مورد استفاده حالا شاید خارج قرار بگیرن یا نگیرن. اما خصوصا اینکه از مشکلاتمون این بود که ما اصلا با سازمان انتقال خون هیچ ارتباط مؤثری نتونستیم برقرار کنیم، یعنی چندین بار مراجعه کردیم، پیشنهادهای مختلف مطرح شد، حتی شخص دکتر ستاری مثلا کمک کردن و بحث ها ادامه پیدا کرد، اما مثلا یک بدنه سنتی خیلی مقاومی نسبت به استفاده از تکنولوژی جدید بود، و حقیقتا یکی از مشکلات این بود که کنترل کیفی محصولات، یعنی خونای اهدایی و تزریقی،
کنترل و نظارت بر این کنترل کیفی همش توسط خود سازمان انتقال خون داره انجام میشه، یعنی هیچ نظارت بیرونی نیست، مصرف کننده کاملا ناآگاه نسبت به آن اتفاقی که داره میفته تا خون به دستش برسه، یعنی به مرحله تزریق برسه، و متاسفانه مشخصا غفلت بزرگی داره صورت میگیره که خودش میتونه یکی از چالش‌های به نظر من درمانی مثلا امروز کشور باشه، کیفیت خون در فرایند حالا اهدا تا تزریق. محصول بعدی که حالا گفتم حالا چندین پله پیشرفته تر از و هوشمندتر بود، محصول کولتگ پرومون بود که یک تگ هوشمند مانیتورینگ دماست. الان با مجموعه رویان مشغول به کار هستیم روی این محصول برای جابجایی 20,000 خون بند ناف از بیمارستان از محل حالا زایمان تا بانک خون بند ناف رویان داره استفاده میشه. خدا رو شکر خیلی استفاده خوبی دارن ازش میکنن. مجموعه رویان خیلی چابکانه وارد فضا شد و حالا تیم کنترل کیفیشون وارد شد و حالا داره به درستی داره محصول استفاده میشه. یعنی اخیراً هم دقیقاً یک سال از شروع همکاری ما گذشت و یک جلسه باشون داشتیم و اطلاعاتی که جمع‌آوری شده به نظر من خیلی اطلاعات ارزشمندیه، حالا هم برای خود مجموعه هم از جهت علمی که ما فاصله تولد تا لحظه‌ای که خون حالا خون بند ناف آماده ذخیره سازی میشه و کیفیت مسیری که تهی کرده رو روی کیفیت محصول نهایی بررسی کنیم. یه سری از چالش‌ها که با خود محصول میاد، یعنی مخصوصا حالا شرکت دانشجویان، خیلی از ما بلافاصله از دانشگاه وارد شدیم، یعنی من خودم مثلا 3 سال پیشم رو نمیتونم اصلا با امروز مقایسه کنم. یعنی تصور من این بود که اگه ایده‌ای وجود داره و حالا مثلا یه پروتوتایپ اولیه شکل میگیره، یعنی شما محصول رو دارید. اما امروز مثلا ایدم اینه که اگه تا 10,000 تا از یه چیزی نساختین اون محصول رو نده، احتمالا اگه 10 سال دیگه منو ببینین مثلا این عدد رو میکنم 1,000,000 و میگم که حالا ساختن هیچی، وقتی فروختی و پولش تو جیبت بود، این پولش تو جیبت اومدن خودش یه مرحله از فرایند، اون وقت اگه تازه محصول رو داری. ما خودمون تو صنعت غذا خیلی موفق تر بودیم تا صنعت دارو، در حالی که ارزش افزوده دارو خیلی بالاتره، رانت نه ولی سوبسیدهای دولتی که دارو داره میگیره خیلی بیشتره، اما مقاومتش نسبت به گزارش صحیح خیلی بالاتر از غذاه، چون تو غذا مردم متوجه فساد غذا میشن، اما تو دارو نه، مریض یا طول درمانش داره زیاد میشه یا میمیره، اما هیچ وقت فکر نمیکنه شاید این دارویی که من هر روز دارم میخورم داروام درسته، اما داروی یا 100% کارایی نیست به خاطر کیفیت اشتباه زنجیره سردش، یا اینکه کارایی کافیشو از دست داده یا حتی مسموم شده. ما تقریبا بین دانشگاه تهران و پارک فناوری دانشگاه تهران و پارک فناوری پردیس بودیم، یعنی از هر دو پارک حمایت گرفتیم. من نگاه پارک فناوری پردیس رو حتی بیشتر دوست دارم حقیقتا، با اینکه به خودم متعلق به دانشگاه تهرانم هم خیلی هم عرق دارم بهش، ولی خب توی پارک فناوری پردیس به خاطر اینکه یه سری صنایع بزرگم وارد شدن یه ذره نگاه واقعی تره. من چیزی که دیدم حتی مثلا شرکتی که نهایتا اونجا مستقر میشن از شرکت استارتاپ میبینم شرکت اتفاقای جدی تری توشون میفته. تو پارک های دانشگاه هنوز این اتصال به دانشگاه و اون سیستم نگاه علمی به مسائل خیلی غالبه که بعضی وقتا خودش میتونه وایسونه یا توهمات اشتباه بده. ایده که دارم، حالا ما خیلی فرصت پیدا نکردیم که با بزرگترهای قوه مجریه صحبت کنیم، ولی همینه که خیلی وقتا توی حالا هم بودجه گذاری هم سرمایه گذاریه که تو صنایع یا قسمت های مختلف انجام میدن، نگاه به این حلقه بازگشت ارزش مثلا به نظر من اتفاقا مهمیه. همین که خب خیلی از صنایع کنترل کیفی دارن، ولی قطعا کسی که محصولی رو میسازه خب باید کنترل کیفیشو انجام بده، ولی این که ناظر و مجری و ناظم هم خودش باشه، این خیلی اتفاق عجیبیه که تو کشور ما مخصوصا تو بخش غیر خصوصی مکررن و به صورت غالب داره این اتفاق میفته. شرکت ما محصولات مختلفی رو تولید میکنه و اکثر اونا 0 تا 100 طراحی خودمون هست
و اینها هم یه ترکیبی از هم سخت افزار و هم نرم افزار هستن. پایین ترین مدل محصولی که داریم که خیلی برای قیمت ارزون طراحی شده به اسم کولتگ بیسیک هستش. این جایگزین الکترونیکی تگ‌های دمایی شیمیایی هستش که با تغییرات دمایی که از یه مرز خاصی رد بشن تغییر رنگ شیمیایی پیدا میکنن. این تغییر رنگ الکترونیکی پیدا میکنه با نشانگر LED سبز، آبی و قرمز به ما میگه که توی محدوده بوده، از محدوده بالا خارج شده یا از محدوده پایین خارج شده. محصول بعدی که داریم به اسم کولتگ پرو هستش و این کولتگ پرو یه دیتا لاگر کاملا هوشمند هست، با استفاده از درگاه NFC کار میکنه و شما خیلی ساده با اسکن کردنش از طریق موبایل میتونین اطلاعات گراف نموداری رو که داخل خودش ذخیره کرده بخونید، نمایش بهتون میده و گزارش براتون تولید میده. توی سیستم کلاود بیسمون میتونه اگر خروج از محدود دمایی داشته باشه به مدیرهای کیفی به صورت خودکار پیام ارسال بکنه و اون مورد خاص جابجایی اونجا رصد بشه. کار کردن با این محصول به این صورت هستش که شما با یک گوشی اندروید یا iOSی که NFC داشته باشه، که تقریبا الان تمام گوشی‌های هوشمند این قابلیت رو دارن، تگ رو نزدیک به گوشیتون می‌کنین، از فاصله چسبیده به اون تا حدود 10 الی 15 سانتی اینو اسکن می‌کنه و بعدش نموداری دما رو به این صورت بهتون نشون میده. این تک ها در مقایسه با نمونه های خارجی تقریبا قیمت یه سوم داره، ولی جز مهمترین مزیت هایی که وجود داره اینه که مدل های خارجی که توی ایران در دسترس مشتری ها قرار میگیره هیچ گونه ساپورت نرم افزاری و پشتیبانی نداره و اگر اینا بخوان کوچکترین تغییر رو توی داده ها بدن، بخوان گزارش ها رو کاستومایز دریافت بکنن و هیچ کدوم از این قابلیت ها رو نداره. مثلا یکی از مشتریای ما از یه شرکت کانادایی تک ها رو دریافت کرده بود، تک ها بسیار عالی کار میکردن و حالا با قیمتشون هم اونا میتونستن مشکلی نداشته باشن، ولی وقتی که بهشون ایمیل زدن گفتن ما این ساپورت نرم افزار رو میخوایم، گفتن شما ایران هستین، به هیچ عنوان ما هیچ ساپورتی به شما نمیدیم. ما چون شرکت ما 0 تا 100 اینها رو خودمون داریم تولید میکنیم و تمام سخت افزار و نرم افزارش تولید خودمون هست، میتونیم پشتیبانی کامل رو به مشتریامون بدیم. این محصول ما به اسم کولتگ بال به بازار عرضه میشه و یه دیتا لاگر هوشمند هست که طراحی شده برای لاک کردن دمای مایعات، مخصوصا شیر، روغن و عصاره مالت. به این صورت هستش که توی تانکرهایی که شما مثلا شیر رو میخوان از دامداری به کارخونه تولید محصولات لبنی منتقل بکنن، این میفته داخل تانکر، طوری طراحی شده که همیشه سنسور دماش داخل مایع قرار میگیره و از هر وری هم برش گردونین به همون سمت قرار میگیره، دما رو در طول مسیر ثبت میکنه و چون طوری طراحی شده که معلق بمونه باعث میشه که خود شیر هم نخوره، چون توی کیفیت شیر این تأثیر میذاره اگر یه جسم خارجی اون تو شیر رو هم بزنه. کل دما رو لاک میکنه و در انتهای مسیر بهتون نشون میده که آیا حمل و نقل شیر به خوبی انجام شده و دماش توی محدود مجاز بوده یا نه. اسم این محصول کولتگ پروسس هست و برای این طراحی شده که پروسه های مختلف تولید مواد غذایی رو مانیتور بکنه. مثلا توی تولید مربا، کنسرو ها، ماء و شعیر، نوشابه و مواد غذایی دیگه پروسه‌ای وجود داره که خود محصول و شیشه‌اش رو پاستوریزه می‌کنن. برای همین هر روزی یک بار حداقل باید یه محصولی مشابه با این محصول داخل یک ظرف نمونه قرار بگیره و توی خط تولید رد بشه و دمای اون لاگ بشه و ببینن که آیا شرایط پاستوریزه به اندازه کافی رعایت شده یا نه. این محصول دقیقاً این کار رو انجام میده، اینقدر کوچیک طراحی شده که میتونه داخل خود قوطی اون محصول واقعی قرار بگیره و شرایط کاملاً واقعی رو اندازه بگیره. این هم یکی دیگه از محصولاتمون هست به اسم کولتگ آلترا که تفاوتش با محصولات قبلی اینه که
این لاگش رو به صورت ریل تایم میتونه بفرسته به یه سروری و بدون اینکه نیاز به این داشته باشه که کاربر اینو توی یک ریدر قرار بده یا اینو بخواد اسکنش بکنه از طریق موبایل، اطلاعاتی از قبیل دما، رطوبت و نور محیط رو میتونه ارسال بکنه به سرور و طول عمر این محصول تا 10 سال میتونه بدون تعویض باتری کار بکنه. این قسمت بخش تولید و پرودکشن شرکت فرپایش امین هست. دوستان مشغول تولید و تست تگ ها هستن. تگی که الان بچه ها مشغول تولیدش هستن تگ کلتگ پروسس و کلتگ پروف هست. ما تک تک تگ هایی که تولید میکنیم رو خودمون تستش میکنیم. 20 مورد تست هست، از تک تک آی سی ها گرفته، تست باتریشون گرفته و حالا کلید ها، LED ها تماما داخل خود شرکت تست میشن. هر مشکلی که داشته باشن از روند تولید خارج خواهند شد.